اغلب شما اسم منیر فرمانفرمایان رو شنیدید و شاید بعضی از آثار او رو هم دیده باشید. آثاری بر پایه منطق ریاضیات هندسی و از ترکیب هنر آینه‌کاری. تلفیقی شخصی از سنت و مدرنیسم که زبان و بیانی متفاوت رو در هنر معاصر ارائه می‌کنه. آثاری که از یک سو برگرفته از فرهنگ و هنرهای اصیل ایرانیه و از سوی دیگه به بدنه هنر آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم نیز متصل. اما چطور ترکیبی از هنر ایرانی و فرهنگ آمریکایی؟ و اصلاً چطور یک هنرمند با گذشت چندین دهه همچنان به خلق آثاری جدید و مدرن بر پایه هنرهای سنتی ادامه میده؟ این پرونده منیر شاهرودی فرمانفرمایان است. منیر شاهرودی فرمانفرمایان نقاش و مجموعه‌دار آثار هنری در سال 1301 در شهر قزوین متولد شد. 8 ساله بود که به همراه پدرش که نماینده مجلس شده بود به تهران آمد. سرگرمی پدر طراحی فرش و اداره یک کارگاه قالی بافی بود و منیر از بچگی به نقاشی علاقه‌مند شد. او بین سالهای 1944 تا 46 در دانشگاه هنرهای زیبای تهران تحصیل کرد. در همین سالها توجه او به خطوط و فرمهای خوش ترکیب و ساده اشیاء باستانی جلب شد. به زودی تصمیم گرفت به پاریس برود که مرکز هنرهای آوانگارد در اوایل قرن 20 بود. اما آشنایی او با دوستانی از جمله منوچهر یکتایی، نقاش و شاعر که بعدها با او ازدواج کرد، مسیر زندگی منیر رو تغییر داد. در سال 1324 در جریان جنگ جهانی دوم عازم ایالات متحده شد و به مدت 3 سال در مدرسه طراحی پارسونز در رشته تصویرسازی مد بین سالهای 1946 تا 49 و در دانشگاه کرنل بین سالهای 1948 تا 51 به تحصیل پرداخت. در اواسط دهه 1330 به عنوان تصویرگر مد برای نشریاتی چون کانتری و گلامور طرح لباس می‌کشید و به عنوان گرافیست تجاری و طراح مد برای فروشگاه‌های بزرگ کار می‌کرد. در همین زمان بود که اندی وارهول را ملاقات کرد. این دوستی ادامه یافت و بعدها وارهول یکی از تابلوهای سیلک اسکرین مجموعه مرلین مونرو را به منیر اهدا کرد. منیر فرمانفرمایان پس از جدایی از منوچهر یکتایی با ابوالبشر فرمانفرمایان دانشجوی حقوق دانشگاه کلمبیا ازدواج کرد و نام خانوادگی او را به عنوان نام هنری خود برگزید. بعد از غیبتی 13 ساله در سال 1957 به ایران بازگشت. برخی از آثار او در 2 سالانه ونیز 1958 به نمایش درآمد و همچنین نقاشی انتزاعی از او در نخستین 2 سالانه تهران در همان سال به نمایش گذاشته شد که مدال طلا را برای او به ارمغان آورد. منیر در 2 دهه بعد از ازدواج سفرهای متعددی به مناطق مختلف ایران کرد. در همین سفرها با فرهنگ و هنر بومی و سنتی ایران آشنا شد. این سفرها همچنین سبب شد او مجموعه‌ای شامل بیش از 60 نقاشی قهوه‌خانه‌ای، بیش از 1000 قطعه نقاشی پشت شیشه، انبوهی از جواهرات نقره‌ای ترکمن، تعدادی در، قاب‌های پنجره و پنل‌های دیواری نقاشی شده گردآوری کند. در اواخر دهه 40 خورشیدی
منیر به سبک ویژه خودش رسید که ترکیبی از تکنیک قدیمی نقاشی پشت شیشه، آینه‌کاری، خاتم‌کاری، هندسه اسلامی و طراحی معمارانه بود. تا پیش از او کسی نمونه کار رو به عنوان اثر هنری مستقل ارائه نکرده بود. در همان سالها منیر چندین اثر آینه‌کاری برای اماکن عمومی ساخت که از آن جمله به پنل‌های بزرگ برای هتل لاله، دو آینه بزرگ برای فرهنگسرای نیاوران، یک پنل اتاق خواب در کاخ نیاوران و مجسمه‌ای برای باغ موزه فرش اشاره کرد. اما انقلاب 1357 نقطه آغازین اقامت 26 ساله او در نیویورک شد. پس از انقلاب، خانه و بسیاری از آثارش مصادره شد. ناگزیر بار دیگر راهی نیویورک شد و کارش را آنجا از سر گرفت. اما در سال 1383 با بازگشت دوباره به ایران، استودیوی شخصی خودش رو راه اندازی کرد و روی آثاری که در دهه 70 ارائه داده بود متمرکز شد. برای نخستین بار پس از انقلاب، اثر حجمی از منیر فرمانفرمایان با عنوان آب روشنایی است در نمایشگاه باغ ایرانی به نمایش درآمد. منیر فرمانفرمایان تنها هنرمندی است که در 40 سال اخیر از ترکیب آینه‌کاری، اشکال هندسی، نقش‌مایه‌ها و نقاشی پشت شیشه استفاده کرده تا آثار مدرن خود را خلق کند. به گفته خود منیر، تمامی آثار او برگرفته از هوش بصری است. سفرهای متعدد و زندگی و تجربیات گوناگون آن تأثیر بسزایی در خلق آثار منیر فرمانفرمایان داشته است. منیر در سال 1974 با فرانک استلا، هنرمند مطرح آمریکایی، در نیویورک ملاقات کرد. در آن سالها منیر از طرف انجمن ایران و آمریکا مسئول ارائه آثار هنرمندان آمریکایی در تهران بود. بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه طراحی پارسونز در سال 1949، منیر مجدد به نیویورک بازگشت، جایی که بیشترین زمان خود را در 8 استریت کلاب که محل ملاقات و معاشرت هنرمندان بود می‌گذراند. جایی که با ویلیام دکونینگ، جکسون پالاک و مارک رودکو آشنا شد. پس از معاشرت با هنرمندان سرشناس مدرن، در بازگشت به ایران، منیر تصمیم به خلق آثاری مدرن و متفاوت گرفت. اغلب ترکیب‌های هندسی آثار منیر برگرفته از معماری اسلامی است. برش‌های آینه‌های مثلثی، شش ضلعی و ستاره شکل آثار او الهام گرفته از آینه‌کاری‌های امامزاده‌ها و اماکن مقدسند. هندسه امکان بیکران خلق آثاری متنوع را به او می‌دهد.
فرانک استلا در مورد آثار منیر فرمانفرمایان میگوید هندسه روشی برای منظم کردن اشیاست و آن در آثار منیر تبدیل به نوعی بازنمایی و بیان شخصی از انسان و عواطف و احساسات درونی شده است. مجموع آثار عرضه شده منیر در موزه گوگنهایم شامل مجسمه، چیدمان‌های بزرگ از ترکیب هندسی آینه و برخی طراحی‌های اوست و نوری که از سطوح مدرن عبور می‌کند و تلالوش در مقابل آینه‌ها چندین برابر می‌شود که خود نشان از فرهنگ و هنر ایرانی دارد. وقتی هنر مدرن با سنت‌های ایرانی تلاقی می‌کنه، آثار منیر فرمانفرمایان برای چندین دهه و کماکان حضور ثابتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی هنری داره. او اولین هنرمند ایرانی است که در موزه گوگنهایم نیویورک نمایشگاه انفرادی از آثارش برپا گشته. او می گوید من هرگز تصور نمی کردم که چنین شانسی رو داشته باشم که در موزه گوگنهایم آثارم را عرضه کنم. منیر که برای تحصیل هنر در سال 1945 به نیویورک سفر کرد، در بین دهه‌های 50 و 60 میلادی هم دوره بسیاری از هنرمندان سرشناسی چون اندی وارهول شد. او یکی از آثار توپ‌های آینه خود را به وارهول اهدا کرد. منیر میگوید من تنها برخی از امکانات هندسه رو در آثارم نشون دادم که چگونه از مثلث، شش ضلعی و هشت ضلعی شما به طرح‌های بی‌نهایتی خواهید رسید. شش ضلعی فرم اصلی بسیاری از آثار منیر فرمانفرمایان را تشکیل می‌دهد. در سن 93 سالگی منیر فرمانفرمایان همچنان در استودیوی خود در تهران مشغول به کار است. مشابه آثارش، زندگی او نیز تلفیقی از فرهنگ پاپ آمریکایی با درون‌مایه‌ای ایرانی است. به گفته خودش، او در دهه 1960 سفرهای متعددی به مناطق مختلف ایران کرده است. او کماکان علاقه خاصی به جغرافیا، مناظر ایران و تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد. در طی سفرهای متعدد به خاصیت حضور فرم‌های هندسی در طراحی مساجد، کاشی‌کاری‌ها و حتی نقوش فرش‌های دست‌بافت پی برد. هندسه بستر اصلی بسیاری از هنرهای ایرانی است. منیر بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 ایران را ترک کرد، اما در سال 2004 مجدد به ایران بازگشت. چرا که استادان چیره دست هنر آینه‌کاری و آشنا به هندسه نقوش را تنها در ایران میتوانست پیدا کند. به گفته خود منیر فرمانفرمایان، او در هیچ جای دیگری قادر به خلق آثار هنری خود نیست. چرا که این هنرمندان چیره دست جزو معدود بازماندگان هنرهای دستی ایران و به حق استادان این هنر هستند. پس از نمایش مجموع آثارش در موزه گوگنهایم نیویورک، منیر فرمانفرمایان در سن 93 سالگی کماکان سرزنده و در حال خلق آثار جدید خود است. منیر فرمانفرمایان اولین زن هنرمندی است که در ایران صاحب موزه اختصاصی می شود. دانشگاه تهران تالار عظیمی در مجموعه موزه نگارستان را به نمایش دائمی 51 اثر برجسته از این بانوی هنرمند اختصاص داده است. تالار دائمی منیر شاهرودی فرمانفرمایان
یکی از تالارهای عمارت جنوب شرقی باغ موزه نگارستان است. در این تالار علاوه بر مجسمه‌های آینه‌کاری از 50 سال اخیر، طراحی‌های روی کاغذ، سازه‌های رنگین هندسی و همچنین آثار نقاشی پشت شیشه نیز به چشم می‌خورد. این آثار توسط خود منیر فرمانفرمایان از مجموعه شخصی هنرمند به دانشگاه تهران اهدا شده است.